ویژوالی دونه دونه آپارتمان بیلدینگ ها رو ما نمیتونیم سولار بزنیم، به خاطر که باید بزنیم رو سقفی که متعلق به شماست و یا اینکه مجوز بگیریم از اونر که به اون اجازه بده. چون در واقع این یه موضوع دیگه خیلی مهمه اینه که ما موقعی که نقشه رو کشیدیم و پرمیت باید بریم در شهری که هستید و پرمیت بگیریم، چون این سولار سیستم میشه جزء ملکتون، یعنی درست ربط پیدا میکنه به APN نمبر مال ملک. و به خاطر این موضوع اینه که باید یا اینکه صاحب ملک باشید و یا اینکه مجوز بگیرید. مثلا فرض کنید شما الان دارید یه خونه اجاره میدید، میتونید سولار سیستم بزنید؟ بله. چه احتیاج داریم که صاحب ملک باید یه نامه به ما بده، یه مجوز از یه فرم مخصوص امضا کنه که ما میتونیم این سولار سیستم رو اونجا بزنیم. خب بعضی از دوستان سوال میکنن که خب حالا من این سولار رو زدم، بعد از 5 سال میخوام خونم رو بفروشم، چه کار میخوام بکنم؟ خب این سولار سیستم اونجاست، ما که نمیام این پنل رو بکنیم ببریم. اگر پرداختتون تموم شده باشه، خب این در واقع یک اینوستمنتی هست و در واقع منزل شما ارزشش بالاتر میره، یعنی که این سولار سیستم منتقل میشه به اونر جدید. اگر شما هنوز پیمنت دارید، فرض کنید یه سیستم که خریدید 20,000 دلار، هنوز 5,000 دلار دیگه پیمنت دارید، خب توی این عین اسکروهای معمولی موقع که اسکرو رو کلوز میکنن اون 5,000 دلار رو کم میکنن، یعنی در واقع این سولار سیستم رو ترانسفر میشه به اونر جدید. البته یه آپشن دیگه هم اینه که اونر جدید و خریدار جدید بیاد اون پیمنت رو اسوم کنه، یعنی تیک اوور کنه، اون قبول کنه و اون پیمنت رو قبول کنه. خب این اطلاعات کلی من خدمتون دادم راجع به رزیدنشال، مکان مسکونی. ولی جالب اینه که الان بیزینس ها تازه متوجه شدن که چه صرفه جویی میتونن بکنن برای مصرف برقشون. من هفته پیش یک کارخونه بود در لس آنجلس، ما پروپوزال دادیم، هزینه برق این کارخونه ماهی 40,000 دلار هست و همونطور گفتم برنامه نوع سیستمی که ما پیاده میکنیم، این 40,000 دلار ما حدودا میتونیم بیاریم زیر 10,000 دلار، یعنی ماه 30,000 دلار جلو هستن. رقم خیلی درشتیه، در ازایش که همون 30% پول سیستم هم دولت میده، حدود 10% هم یوتیلیتی کمپانی میده. اتفاقا حالا سوال اینه که خب چه نوع بیزنس ها برای سولار خوبه؟ هر نوع بیزنسی که مصرف برقشون بالاست. و اکثر بیزنس ها مثلا فرض کنیم چی؟ مارکت ها، سوپر مارکت ها خیلی مصرف دارن، به خاطر که یخچال دارن، فریزر دارن، استوریج فسیلیتی ها خیلی دارن، کارواش، گاز استیشن، هتل، موتل، یعنی هر نوع بیزنسی، هر نوع کارخونه هم. ولی یه موضوع خب البته های رایز هم خیلی میتونن استفاده کنن. یه موضوع که بعضی ما یه کانسترینت محدودیتی داریم اینه که ما برای این شرکت هایی که واقعا هزینه برقشون خیلی بالا هست، خب سیستم ها خیلی سیستم های عظیمی خواهد بود نسبتاً، و ما چیزی که احتیاج داریم باید به اندازه کافی روفتاپ داشته باشیم که بتونیم این سولار رو پیاده کنیم. و بعضی موقع خب می‌بینیم که ما نمیتونیم به اندازه کافی، سقف وجود نداره که همه این پنل‌ها رو بزنیم. آپشن‌های دیگه برای این کار، یکی کارپورت هست، نمیدونم دیدید حتما توی دبیرستان ها، الان یه دبیرستان هست توی همین نزدیک ما هست، تو تمام پارکینگش کارپورت زدن، میبینید، و روی کارپورت، یعنی که در واقع اول اینکه سایه میده برای پارکینگ، دومی که روی تمام این کارپورت ها سولار زده شده. این سیستم های خیلی جدیدی هست، یعنی که ما موقع که این سیستم رو پیاده میکنیم کاملا با هم، یعنی که کانکریت هست، استیل هست، وصل میشه، ولی البته مهندسیش تا اندازه زیاد مفصله. این سیستما رو ما همونطور خدمتون گفتم طراحی میکنیم، بعد باید بریم در شهر مجوزش رو بگیریم،
مجوزش گرفتیم، بعد میاریم اینو به سر نصب میشه. برای سیستم های بیزنسی و کارخانجات البته این مدتش ممکنه 2 ماه 3 ماه 4 ماه تا 6 ماه طول بکشه، ولی برای منازل سیستم خیلی آسون تره. برای منازل موضوع یعنی که ما از روزی که قبض برق شما رو گرفتیم و به اصطلاح اون پروپوزال رو خدمتتون دادیم و قرارداد رو امضا کردین، معمولا تا 1 ماه سیستم شما داره شروع میکنه به کار کردن. موقع که سیستم پیاده شد و به اصطلاح نصب شد، شرکت یوتیلیتی کمپانی، شرکت برق، غیر از که شهر میاد یک اوکی میده، شرکت یوتیلیتی کمپانی میاد یه اوکی میده. موقع که اوکی اونا ما گرفتیم، اون موقع است که به اصطلاح یه سویچ داره، اون سویچ رو وصل میکنید و شما در واقع دارید از اون به بعد از انرژی خورشیدی استفاده میکنید برای مصرف برقتون. خب یه سوال از من که زیاد میکنن اینه که خب ما شبا چه کار میکنیم؟ شبا که خورشید وجود نداره، فرض کنید داره بارون میاد چه کار میکنیم؟ نگاه کنید، موقعی چون هنوز به گرید وصل هستید، به شرکت برق وصل هستید، ما قطعتون نمیکنیم. بنابراین فرض کنید و حتی ما یه موضوع دیگه خیلی من یادم را خدمتون بگم اینه که ما یه مانیتورینگ سیستم داریم، یه کامپیوتر بهتون میدیم که شما هر روز هر آن آنلاین ریل تایم میتونید ببینید که چقدر این سیستم سولار شما داره تولید میکنه و چقدر مصرفتون هست. حتی یه اپ هست که میتونید دانلود کنید روی سمارت فونتون، روی فونای اپل و غیره، که هر جا حتی منظرم نیستید میتونید تو دفترم نگاه کنید ببینید آقا من چقدر دارم امروز تولید میکنم. بنابراین یه موضوع کردیت دبیت هست. شما موقعی که مصرفتون بیشتر از تولیدتون هست، هنوز ما بقیه‌شو از شهر میگیرید، و موقعی که تولیدتون بیشتر از مصرفتون میشه، اینو در واقع به شهر پس میدید. یعنی که یه کنترل مخصوصی هست که ما اونو وصل میکنیم و اینو محاسبه رو میکنه و در ضمن تمام اینم کامپیوتر هسته، با کامپیوتر میتونید مانیتور کنید. و این جریان تا 1 سال، یعنی هر سال دبیت و کردیت میشه، بهتون کردیت میدن، موقع شما بیشتر استفاده میکنید دبیت میشه. و در واقع این سیستم اینطوری کار میکنه، یعنی که خب روزایی که شما دارید از خورشید استفاده میکنید و چون مصرفتون معمولا کمتره کردیت میگیرید، شب که خورشیدی وجود نداره در واقع دارید دبیت میشه ازتون و دارید از مال خود برق شهر استفاده میکنید. ولی به طور کلی این سیستم ما بین، البته ما میتونیم 100% هم کاور کنیم، ولی معمولا ما میذاریم 5% 10% که با شهر، چون شهر هم در هر حال یه دونه مینیمم قبض براتون میفرسته که خیلی کمه، ممکنه ماهی $20 باشه، $30 باشه، چون ما میخوایم که به برق شهر وصل باشید، چون در واقع ریسک اونو ما نمیخوایم که کنیم یه دفعه سیستمتون داون بشه اصلا برق هم نداشته باشید. ولی هیچ نوع ریسکی وجود نداره، هیچ نوع سیم کشی داخل منزل احتیاج نیست. این تمام این سیمکشی ها سیستم ها خارج از منزل اتفاق میفته، روی پشت بام هست. و همونطور گفتم این سولار انرژی دی سی پاور تولید میکنه، ما یه اینورتر میزنیم در منزل شما که اینو کانورت میکنه به ای سی پاور. ای سی پاور برقی هست که شما در منزل استفاده میکنید و در واقع اون کنتوری هم که یه نوع کنتور دیگه که ما بهتون میزنیم اینه که اون در واقع کردیت و دبیت رو براتون مشخص میکنه. یه موضوع خیلی مهم، البته میدونستید که یک دونه کنفرانس خیلی بزرگ در سوئیس بود راجب انوایرمنت و خیلی بحث زیاد شد راجب این که چقدر سولار انرژی و ویند انرژی داره کمک میکنه برای پایین آوردن آلودگی هوا، و یعنی خیلی موضوع مهمی است از اون نقطه نظر. در هر حال فقط ما یک دنیا داریم که توش زندگی میکنیم، باید این دنیا رو سالم نگه داریم، بدیم به بچه‌هامون و نوه‌هامون،
و این سولار انرژی خیلی کمک میکنه. یه دلیل دیگه هم که اتفاقا حالا باعث شده که قیمت نفت داره میاد پایین به خاطر همین موضوع، چون الان این انرژی خورشیدی داره خیلی کمک میکنه و الان حتی ماشین های جدیدی الکتریکال که دارن میارن بیرون، این در واقع آقایی که اتفاقا این کارو خیلی، یه ماشین هست به اسم تسلا مال آقای ایلان ماسک هست و ایلان ماسک کسی بود که بزرگترین شرکت سولار ایجاب کرد و بعد رفت این ماشین الکتریکال تولید میکنه. مشکلی که ماشین الکتریکی این بوده که خب مثلا فرض کنید الان رنجش حدوداً 300 مایل 250 مایله، ولی الان یه چیز خیلی جالبه و به خصوص تو کالیفرنیا دارن ایجاب میکنن، الکتریکال گاز استیشن. یعنی الان گاز استیشن های اصلا دارن میزنن مابین لس آنجلس و سان فرانسیسکو و تمام این الکتریکال گاز استیشن با سولار کار میکنه، یعنی که سولار سیستم انرژی تولید میکنه و بعد ماشین های برقیتون شما میرید اونجا میزنید چارج میکنید و در واقع این تسلا این مبتکر این کار هست، آقای ایلان ماسک، و داره این کار رو انجام میده. یعنی که جهت دنیای جدید اینه که واقعا از انرژی گرین انرژی استفاده بشه، از انرژی های استفاده بشه که به صرفه باشه از نقطه نظر اقتصادی و در ضمن اینی که واقعا انوایرمنت و محیط زیست رو بتونیم حفظ کنیم. من خیلی تشکر میکنم، امروز در خدمتتون بودم، هر هفته من در خدمتتون خواهم بود و این امروز به طور خلاصه راجب کلیات من صحبت کردم، در برنامه های دیگه راجب جزئیات صحبت میکنم. اگر مایل هستید که اطلاعات بگیرید راجع به سیستم های سولار، خواهش میکنم با تلفن روی صفحه تلویزیون تماس بگیرید یا ایمیل بفرستید. هیچ نوع ابلیگیشنی ندارید، یعنی که همونطور که خدمتتون گفتم سیستم سولار هم که بگیرید زیرو داون نو مانی فور دی فرست ایئر. برای شرکت های تجارتی هم ما در خدمتتون هستیم، کارخانجات، گستیشن ها، تمام نوع بیزنس ها با ما تماس بگیرید، ما براتون پروپوزال میدیم بدون هیچ نوع ابلیگیشن و انشالله بتونیم خدمت به شما ارائه بدم. روز و روزگار خوش، متشکرم. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، من دکتر موسی هیکلی، متخصص مغز